تو اونجا میبینی، وقتی توضیحات و شکل امام زمانی تو اونجا میبینی تعجب میکنی، امام زمانی تا خودت بهتر میشه. این آقا اگه بیاد اینجوری میاد یه خال رو گونه داره فلان، کسی که کمکش میکنن یک شخصی سید یمانیه از یمن، این شخص بلند میشه میاد پرچم طرفداری میکنن ازش، بعد سفیانی ظهور میکنه، بعد سید خراسانی میاد، تمام این روایات ظهور رو همه رو بررسی کردن. بعد این موقع است که دوزارید میفته که چرا اینا حمله میکنن به کجا؟ به یمن. این اتفاق دقیقا میدونید چیه؟ خدا آخر اوقات ما رو از این شیاطین و من الانس بخیر کنه. و این اتفاق دقیقا شبیه به پیشگویی هایی بود که برای تولد حضرت موسی میکردن، درسته؟ به فرعون گفتن یک کودکی از بین ابرانیان به دنیا خواهد اومد که تاج و تخت تو رو چیکار میکنه؟ به هم میریزه. شروع کردن به کشتن کودکان. امروز اگر به یمن حمله میکنن، اینا به زعم خودشون میخوان سید یمانی رو بکشن. جالب اینجاست وقتی میرید شما رسانه های اینا، نشریه های مسیحی های اینا رو نگاه میکنی، میبینی شناسایی هم کردن، یعنی روایت ما رو بررسی کردن، چون خودشون میدونن، نگاه کنید خودشون میدونن که این آخر زمان رو دارن میسازن. وقتی اینا دارن شرایط آخر زمان رو به وجود میارن، ممکنه اون آخر زمان واقعی که خدا به اون اشاره کرده هم همزمان به وجود بیاد، لذا آمادگی کامل داره. میاد بررسی میکنه، میگه خب قبل از اینکه دجال بخواد ظهور بکنه، ما قطعا باید منتظر ظهور شخصی به اسم سید یمانی باشیم، بعد از اون سفیانی، بعد نمیدونم سید خراسانی در مقابل سفیانی میایسته، بعد امام اینا میاد. توی فیلمی که دفعه قبل براتون گذاشته بودم، شما به چه عینه دیدید که طرف منطقه خاورمیانه رو نشون میده، مسجد سهله رو نشون میده، میگه پیامبر 12 اینا از اینجا ظهور میکنه، پت رابرتسون. این به این سادگی نیست، یعنی بر آنالیز داره. چند نفر شما میدونید از نظر اونها، از نظر تفکر اونها، اون ماشیهی که قرار ظهور بکنه چه شکلیه، چه جوریه، کی میاد و چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ چند نفر تو این کشور میدونن؟ من دارم بهت میگم 140 تا دانشگاه داره گر رو گر پشت سر هم دیگه چی میده بیرون؟ دکترای آخر زمان شناسی. بعد اینا گرایش دارن، یکی گرایش اسلامی، یکی بوداییستی، یکی زرتشتی، ریز وارد میشن که ببینید از نظر شیعه چی بوده، از نظر فلان بوده. بعد میاد چیکار میکنه؟ خدا صبر بده. میاد بررسی میکنه و یک چیز مشترک میگیره، همه رو میخواد راضی بکنه. اونا مطمئنن. اینو بارها گفتم، اگر بین رکن و مقام اینا میان دوربینای آنچنانی که سنگ مکه رفتن دقت بکنن، دوربیناشو متمرکز بین رکن و مقامه. برای چی؟ برای اینکه توی روایت من و تو اومده امام زمان بین رکن و مقام تکیه میده، میگه انا بقیت الله انا سمسام المنتقم. اگر بالای هتل‌های مشرف خونه کعبه تکثیر انداز شیفت میده، کشیک میده، اینا جاشونو عوض میکنن، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون مطمئنه که امام زمان من و تو میاد، میگه اومد آنی بزنینش، میخواد آخر الزمان رو به نفع خودش بچربونه. خب من این مطالب رو میخواستم جلسه آخر بگم، الان اول میگم، هیچ مشکلی نداره. اینا هم یه وقت فکر نکن کار شیطان اینجور چیزا هست، نه کار ایناست با لپتاپ الانسان ور برن. خدمتتون عرض بکنم که میخوام وارد بحث مسیحیت صهیونیسم بشم. خب اون چی تحت عنوان اوینجلیست، اون چیزی که تفکرش امروز داره دنیا رو میچرخونه. ببینید من تو جلسات قبلیم گفتم، برید سی دی شو هر جوری هست من نمیدونم، پیدا کنید گوش کنید، دیگه فرصت نیست دوباره بگم، یهودی از مسیحی بیزاره، مسیحی خونه یهودی رو بخوره سیر نمیشه، یک کلام در این هیچ شکی وجود نداره. هنوز که هنوزه در فرانسه به جویف یعنی یهودی میگن فیوژ، برعکس میگن، یعنی وارونه میخوان، سرنگون شده میخوان. برای چی؟ اما چی میشه؟ آقا تو داری میگی تمام اینها با هم دیگه چی میشن؟ الان متحدن یهودی مسیحی دست تو دست هم داره. چی شد که این اتفاق افتاد؟ این نکته مهمیه که تو میتونی آخرالزمان شناسی از دیدگاه اونها رو ببینی. آخرالزمان شناسی از دیدگاه اونها راه حل بده شده. خیلی عالی. خب یهودیت هر کاری میکنه نمیتونه در مقابل مسیحیت بیست. چرا؟ تو انجیلشون مستقیم اومده که یهودی‌ها بودن که حضرت مسیح رو کشتن. نمیتونه چیکار کنم؟ انجیل رو بگیرم حذف بکنم؟ این انجیلی که نمی پخش شده. لذا اومدن یه کار خیلی قشنگ کردن، کاری که از اول اینو بارها آزموده بودند. چه کار کردن؟ نفوذی فرستادن همه جا. زمانی که پیامبر ما به بعثت میرسه، اول اومدن انکارش کردن. آیه قرآن داریم، اینا که تک تک بهتون میگم آیه قرآن، خدا بهش گفت برو باهاشون منطقی بحث کن، بگو مگه پیامبر آخر زمان تو کتب خودتون این ویژگی‌ها رو نداره؟ گفتن چرا؟ گفت ببینید این ویژگی با هم مطابقت بدیم. مطابقت دادن، دیدن بله عیناً همین خود خودش. خدا تو قرآن میگه یعرفونه کما یعرفون ابناه.
اون چنان این رو میشناختند پیامبر قد انگار که بچه‌شون رو چجوری میشن. یه مادری بچه‌شو توی 6 میلیارد جمعیت کره زمین قایم بکنی تو صف بچینیم یه بچه‌شو میکشه بیرون. اینطور شنو. بعد گفتن مخالفت کنیم. شروع کردن فتنه کردن. گفتن نمیدونم مجنونه، شاعره، ساحره، دیوانه است. دیدن فایده نداره، این داره با فطرت انسان‌ها صحبت میکنه. فوج دارن میرن به سمتش. اینجا حربه آخر رو استفاده کردن. و سهمگین‌ترین نوع حرب است. نفوذی. به یک بار شما میبینید امثال کعب الاحبار امثال ابو هریره نفوذ میکنه. یکی از اینها گفت هر کار میخواید منو بکنید بکنید، من 50,000 تا حدیث وارد دینتون کردم، مردید برید اونا رو جمع کنید. طرف 2 سال آخر عمر پیامبر بیشتر نبوده، 2 سالش احادیثی از پیامبری نقل کرده که هیچ کس دیگه نقل نکرده، انگار خودش فقط تنها با پیامبر بوده، در حالی که جز صحابه اصلی هم نبوده. یه مش مزخرفات وارد دین میکنه. خود پیامبر ترور میشه توسط یهودی، همتون میدونید، مسموم میشه و به شهادت میرسه. برای چی؟ به خاطر اینکه بر مبنای پیشگویی هایی که اینها داشتن ردگیری کرده بودن گرای تاریخی منطقه ظهور امام زمان رو چیز حضرت پیامبر داشتن. وگرنه چه دلیلی داره یهودی از اون منطقه خوش آب و هوا بلند شه بیاد توی حجاز زندگی بکنه؟ حجازی که وقتی کوروش میخواست بره مصر رو بگیره عربستان رو نگرفت، اومد دریا دور زد رفت. این چرا گفت حیف اسبا من توی اینجا بتازونم. یهودی که پول پرسته فکر کردید نفهمه اینقدر بیاد اونجا زندگی کنه؟ نه عزیزم، گرای تاریخی داشت، میدونست از اینجا میخواد بیاد، میدونست اومد همونجا سکنا گزید. جالب اینجاست که پدر رسول الله قبل این که به دنیا بیاد میخواسته ازدواج کنه. میدونید که اصلا توی ماجرای خیلی جالبی باید عبدالله قربانی میشد، در مقابل 110 تا شتر قرعه انداختن، گفت 10 شتر عبدالله، قرعه کشی کردن عبدالله در اومد، 20 شتر عبدالله قرعه. اون موقع خونبهای یک فرد توی عربستان، توی چه جزیره عربستان، از قبیله قرش 10 تا شتر بود، اسم عبدالله در اومد. بارها انقدر تکرار کرد که به 11 بار رسید شد 110 تا شد. تمام ثروتش رو داد، هیچی براش نموند. میگن یک فرد ثروتمند تبدیل شد به یه آدم معمولی. بلا استثناء یک زن یهودی بدنام در قریش میاد پیشنهاد ازدواج میده به عبدالله، میگه باید با من ازدواج کن. عبدالله میره بعد مال و تجاره منم بگیر نصف نصف. عبدالله بیکار، بابا تمام ثروت رو از دست داده، میره پدرش میگه همچین اتفاق افتاده، میگه قبول کن که عالیه دیگه. مثلا مادرش میگه نه، اون زن زن بدنامیه، رفت آمد های مشکوکی تو خونش میشه، سالم نیست این زن. اینا هم نمیپذیره، میگه اما شراکتشو میپذیرم، ازدواجشو نمیپذیرم. تا میاد میرن آمنه رو براش میگیرن، بعد که میاد میگه که حالا میگه من خبر ازدواجت با آمنه رو دارم، میگه که آره. خب میگه که تو فکر کردی من عاشق توی یه لقبو شدم؟ تو چی داری که من بخوام؟ من به خاطر اون نوری که در صلب تو و در وجود تو بود میخواستم باهات ازدواج کنم. یعنی رد، اینا رد بابای پیغمبرم زده بود. آقا این کی میخواد بیاد همین باش ازدواج کنی که این از مادر یهودی به دنیا میاد؟ نپذیرفت. حضرت عبدالله میره توی یک سفر تجاری با سرمایه عموش، میره شمال یثرب مدینه که منطقه یهودی نشینه، به یک بار مسموم میشه و تمام ترور میشه. اما غافل از این که نطفه رسول الله بسته شده با در بطن آمنه، برمیگرده به یه اتفاق جالب. آمنه به محض اینکه بچهش به دنیا میاد، یه همچون خانواده چی، چه دلیلی داره دخت بچهش رو بده به یک زن فقیر از بنی کلب که تو وسط بر بیابون زندگی میکنه؟ چه دلیلی داره؟ یه مادر دلش واسه بچهش تنگ نمیشه؟ حالا تو اگه میخوای، اگه این سنت بوده در قریش که بچه‌شون رو میدادن دایه بزرگ میکرد، چرا یه نفر نداره که تو همون مکه باشه که بچهش رو ببینه؟ همیشه داد به یه نفر که تو بر بیابون وسط بیابون زندگی میکرد، چون میدونست که بچهش رو خواهند کشت. اینا ردگیری رو داشتن، دونه دونه رو میدونستن. امروز هم سربسته بهتون بگم، بعضی از اشخاص رو شناسایی کردن، گفتن این احتمالاً مثلا این همون سید یمانیه، این احتمالاً سید خراسان، باید اینا رو یا حذف فیزیکی کرد یا از طریق نفوذ و فلان اینجور چیز. اومدن در مسیحیت نفوذ کردن، تو مسیحیت نفوذ میکنن، مسیحیتی که دیوانوار متنفر از یهود به یک بار دوست داره یهود میشه. چرا؟
یه کشیش های در